دو تا ویدیو تئوری موسیقی گذاشتم، بعدا هم یکی دو روز دیدم که تعداد بسیار زیاد و غیر منطقی از دوستان اینو سیوش کردن که بعد ببینن، و من فهمیدم که اینو نمیبینین تا آخر. معمولا اونایی که من میخوام نمیبینن هیچ وقت، چون خودم ویدیو سیو شده زیاد دارم. بنابراین اصل حرفو که ته اون ویدیو گفتن الان دوباره درستتر توضیح میدن که چرا من تئوری موسیقی گفتم، در صورتی که برام نامطبوع بود و برام مشکل بود، چون دراد روزهایی میافتادم که مثلا میخواستم پرواز کنم ولی میدیدم که تکون نمیتونم بخورم. میفهمین دوباره دورانی میفتم، خاطره خوبی نره. الان مثلا منظورم از پرواز اینه که مثلا میخوام برم مسترا بیام، هر روز میگم دیدی رفتیم مسترا اومدیم، میدونی خودم رو تنظیم کردم با واقعیات. بنابراین این توضیح میدن که چرا گفتم تئوری موسیقی تو این هیرووی چندین ماهه، از خیلی وقت پیش خورد خورد به من بچه ها دوستان که محبت دارم مشورت میکنم، میگه ما داریم تئوری موسیقی میکنیم نمیفهمی. من میگم خب تئوری رو چقدر بد میگن که شما نمیفهمی. نه خلاصه نمونه های فرستادن فرستادن، هی من میده مطالب بی ربطی تحت عنوان تئوری موسیقی دارن به این طبقه درس میدن، همشون هم میگن که هزینه زیادی کردیم طبقه. نمیدونم چه هزینه که به نظر همه زیاد میاد، حتما زیاده دیگه. بنابراین گفتم یه بار بذار من این تئوری رو رؤوس مطالب رو بگم، که اونجا ترمز هم برید اصلا کلش رو گفتم. یعنی شما با توجه ویدیو میتونید پاس کنین، عقب بزنین، چرا مثلا یه جایی که پریدم خوب توضیح ندادم و کتاب هست جاهای دیگه از ببینین و اینا و تمرین کنین، واقعا همونه. حالا توضیح میدم صحنه رو. یه من موزیسین نرمالم، متوجه؟ وقتی که هر سوالی میکنه از هر چیزی رو قرار توضیح بدم، سعی میکنم به ساده ترین شکل ممکن که میتونم در بیارم بگم. علتش چیه؟ علتش این است که یک موزیسین نرمال همکار دوست داره داشته باشه، هم صحبت داشته باشه، بنابراین عجله داره که همه تئوری رو بلد باشن، همه سولفژشون خوب باشه، نوتخونشون خوب باشه، دیکتشون خوب باشه، اگه ساز ایرانی میدونن ردیف و هرچی بیشتر حفظ باشن و درست‌تر حفظ باشن، اینا که تازه بشه با هم صحبت کرد. از اون طرف اگر کسی باشه که توانایی و معلوماتش محدود بشه به چیزای ابتدایی، او دوست داره همه رو مبتدی نگه داره. نتیجتا برعکس، هر چیزی رو که قرار رو بگی به پیچیده ترین شکل ممکنی در میاره. میگه یعنی اینا که بر من فرستادن، که من نگاه کردم دیدم مطالب بسیار پیش پا افتاده، یعنی روی این عبارت پیش پا افتاده نمیدونم چقدر تاکید کنم که منظورم معلوم شه، اینا رو با اسم گذاری های نامناسب و اصطلاحات نامعنوس و جداول عجیب غریب به یک صورتی در بود. من نسبیت اینشتین بالاخره پیچیده است دیگه، چیکار، هیچ محتوای خاصی نداره. و این کار خلاف از چند جهت، یکی اینکه یارو میگه من به نتایج رسه اونا رو دارم به عنوان درس موسیقی درس میدم، که اصلا این بابا چقدر متواضعن آخه اینا. واقعا این یه چیزای خلافی پشتش هست. ببین او شما رو هنرجو رو به عنوان یک شخصیت انسانی که یه دونه ازش در دنیا هست به رسمیت نمیشناسه، یعنی داره میگه من به شما تئوری موسیقی یاد بدم که خودت به هر نتیجه که میخوای برسی بگی، تو که عقلت نمیرسه نتیجه که من رسیدم متوجه میشی، در صورتی که امثال من میگن که اگه من فکر میکنم آدم توانایی هستم، اگه من فکر کنم آدم باحالی هستم، نتیجه من اینه که هر کی با من سر و کار داره موزیسین بهتری قرار بشه از من. برای من اون چیزی که یاد گرفتم و هر جور که میتونم به شما یاد میدم که شما خودت به نتایج عمیق‌تر و بهتری برسید. میفهمی؟ این یه خلاف. خلاف دوم اینه که عنوان درس تئوری موسیقی یا تئوری موسیقی ایرانی رو آدم با این اعتماد به نفس اطلاق کنه به اون چیزهایی که از خودش من در آوردم، ما کار نداریم. انواع اقسام این خلاف ها زیادی میبینیم. حالا بر اساس تجربه من میگم واقعا اینا رو نمیشناسم، و همینم هم خودش یه مسئله. این همه سال همه بالاخره یه معلم من بودن، هم شاگردی من بودن، شاگرد من بودن، شاگرد معلم من بودن، معلم شاگرد من بودن، معلم دوستای من بودن، هم کلاسای دوستان، بالاخره یه ربطی داره اصلا نمیشناسم، خودش مسئله رو کاری نداریم. این نمیشناسم و بر اساس اون چه که میدونم از موسیقی حد زدم از چه تیپی هستن. اینا کسایی که معذرت میخوام، موقعی که ما بی‌تربیت بودیم بهشون میگفتیم موسا چوسک، با عرض معذرت خیلی کار زشتی میکردیم، اصلا اینجور حرف زدن رو دوست ندارم دیگه، ولی دیگه دارم گزارش میدم از دوره که اینجوری بود. موسا چوسک کیست؟ رشته موسیقی
یه رشته که علاوه بر مشکلات عمومی که اکثر همه رشته ها دارن، مشکلات خاص خودش هم داره. معلم خوب میخواد، تشویق میخواد، محیط میخواد، استقامت میخواد، فلان بسه اینا هیچی. ضمناً مشکلات از این دست، مثال یک، از موسیقی نمیشه زندگی کرد که. بنابراین شما باید شانسی بیارید خانواده اینونم کسی پیداش این اونو پنیر بذاره جلوتون که شما کارتون رو بکنید. از اون خیلی مهمتر و بسیار مشکلتر اینه که شما به اون نون و پنیر راضی باشید. این نمیخوام وارد جزئیاتش بشم چون صورت خوش نداره، ولی خیلی کار مشکل، هر کسی نمیکنه این کارو. مثال دو، مردم میرن دنبال رشته ها و کارهای فای مختلف، اون چه که دستاوردشونه ملموس دیده میشه، میفهمی یارو بهتر میشه، کارش پیشرفت میکنه، زندگیش بهتر میشه. مثلا در تمام این مدت موزیسین در هپروته، همه میگن یارو دیوونه، در بسته تو اتاق مشغول. میبینی مشکلات از این دست باعث میشه که مثلا 500 نفر شروع میکنن میگن منم موزیسین، 499 نفرشون تدریجا بیخیال میشن میرن دنبال کارشون. از این 499 نفر غالبا میرن دنبال کارهای خودشون، رشته دیگری، کار دیگری، کاری که از هر میکردن غیره. تعداد خیلی کمی چنگ میزنن به حواشی موسیقی که یه جوری بمونن توی این رشته. گرفتی؟ یعنی یارو متخصص یه چیزی پرت و پلایی میشه، صحبت که میکنه، چون میدونی به تدریج معلومات عمومی آدم اینا بیشتر میشه دیگه. شما یه چیزی خیلی پیش پا افتاده رو میتونی خیلی قشنگتر و خیلی یه جوری پیچیده‌ای بگی، به چیزهای دیگه ربط بدی، مثلا به صور فلکی هم ربط بدی، مثلا دوره رو، مثلا اینا صحبت میکنیم. ولی عملا که گوش میکنیم اینه توانایی و طرز برخوردشون با خود مسئله موسیقی در همون سطح مبتدی میمونه. اینا رو میگفتیم معذرت میخوام استوچوسک. حرف حساب من اونجا که گفته این بود که موسیقی را از موزیسیانی که احساس میکنه بیشتر از شما میتواند و میداند بیاموزی. موسیقی را از استوچوسک نمیشه یاد گرفت. یعنی وظیفه خودم رو به نظر خودم انجام دادم. مرسی.